به نام خدا. به طور زنده و مستقیم بیننده نگاه هستیم. دوستای نهایت عزیز، شورای عالی صلح به اساس فرمان رئیس جمهور افغانستان چند پیش تأسیس شد و این شورا در حدود 68 عضو دارد. هیئت رهبری شورا نیز تعیین گردید و بالاخره چندین روز از سپری شدن کار شورای عالی صلح به خاطر پایان جنگ های داخلی در افغانستان و آوردن صلح در این کشور جریان دارد. طالبان هم هر روز توسط کشورهای خارجی، توسط تحلیلگران، آگاهان امور سیاسی در مورد این شورا زمزمه های مختلف وجود دارد. خواستم یک بار دیگر آخرین گفته های این شورا را که توسط قیام الدین کشاف سخنگوی شورای عالی صلح اعلان شد که ما آماده تقسیم نظام، خانه و پول برای طالبان هستیم، البته از طرف حکومت افغانستان روی این موضوعات و در کل روی این شورا صحبت داشته باشیم. در این نشست آقای عبدالهادی خالد، معین پیشین وزارت امور داخله، جناب استاد جویا، استاد پوهنتون تعلیم و تربیه کابل و آقای اسدالله سعادتی، یک تن از نامزدان انتخابات را با خود داریم. و نخست از همه میخواستم از شما آقای خالد بپرسم که در کل روی ازی حرفا و در کل روی شورای عالی صلح چی دیده دارین شما؟ سلامت باشین. عرض احترام و سلام حضور میمانای گرام خاص شما و همکارایتان و بیننده‌های معظم دارم. طوری که امر خدای ما است که بسم الله الرحمن الرحیم و صلح و خیر، صلح چیز خوبی است، چیزی است که باید ما با او برزمیم و هدایت خدا در چندین جای از رسولش صلی الله علیه و سلم در چندین جای همین است که باید ما به صلح در بین برادرها، در بین مؤمنین کوشش کنیم و تن در بتیم به صلح. خب اینجا سوال پیش میاد که آیا ما افغان‌ها و بالاخره طالب‌ها و دولت یا اپوزیشن مسلح دولت و خود دولت، اختلاف ما آیا همه قدر است که ما اگر چوکی و پیسه و خانه بتیم به مخالف خود اونا تن بتن؟ یا اینکه اختلاف عمیق‌تر از ایست، اختلاف سیاسی است، اختلاف بر سر ارزش‌ها و بر سر معیارها و بر سر طرز دید ما بر حکومت داری و دنیا داری است. اگر صرف نزاکت‌ها و سلیقه‌ها باعث شده باشه که ما تصادم کرده باشه یا منافقت‌های در بین ما شده باشه، کسی منافقت کرده باشه یا گروهی که ما را هم جدا ساخته باشه یا شکررنجی به میان آمده باشه، طرف کشاف صاحب مقبول است در این صورت، اما به حساب دلجویی کردن و دلجویی دادن حرف خوبی است و کار به جای میرسانه. ولی به نظر من ما اختلاف عمیق سیاسی در بین دولت ما و اپوزیشن مسلح میبینیم. طالب از بنیاد با جمهوریت در ستیز است، اونا امارت داره و امارت میخواه و از طریق اجماع امت و بیعت اونا ایره به میان آورده. اونا باور نداره که هر کس حق انتخاب کردن و انتخاب شدن دارن. اونا با مو شرایطی که به حساب اولین جلسه عقد و عهد به میان آمد که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی او به خلافت رسید، اینا او را میخواهد که پیروی کنه، ولی او را ما باور داریم که ناقص، اینا عملی کرد. سر ناقص بودنش ما بحثی نداریم حالا، ولی اونا از بنیاد این نظام و ارزش هایی که نظام پیروی میکنه، دموکراسی که این نظام تعقیب میکنه، حقوق زن، حقوق مدنی، احزاب، حزب‌گرایی و یعنی مدنی را در مجموع با این ارزش ها اونا در ستیز میباشن. اگر اینقدر آسان می بود که کشاف صاحب برای اونا پیسه می داد و چاکی می داد، مشکل حل می شد. ولی این وقتی که این ارزش هاست و این جنگ پیش از این که اینجا خارجی بیایه یا اینکه اینجا قوای از بیرون خواسته شد و جنگ طالب و
جنگ امریکا و متحدینش به میان بیاید، طالب با افغانهای خودم چنین میکرد، دروازه مکتب بسته بودن، زنها را محروم کرده بودن از کار و حقوق مدنی را محدود ساخته بودن. لحاظا من فکر میکنم که جنگ صلح افغانی ایتو با آسانی مرفوع نمیشن. صرف از دیدگاه ما او کسایی که اونا از روی نزاکت، از روی فشار و عقده رفته در صفوف مخالفین پیوسته، احتمالا اگر کوشش شوه اینا بیای به طرف دولت، ولی باز هم نادیده نگیریم باید که اونایی که اونجا رفته اونجا داخل یک سیستم، داخل یک تشکیلات شده، از چنگ از اون تشکیلات کشیدن و یا خودشان خود کشیدن بیرون برآمدن کار آسانی نیستن. لازم نظر ما به ایستن که آنوز بین دولت و مخالفین مسلحشان فاصله بسیار زیاد هستن، شرایطی هم که اینا گذاشتن ببینید شرایط خیلی بنیادی هستن، دولت از روشای قانون اساسی را مطرح میکنن، پذیرش حقوق مدنی و جمهوریت و انتخابات و اینا را و اقزن و اینا را و مخالفینشان برآمدن قوای خارجی و بالاخره توقف کردن همه چیز و بالاخره از طریق از اونا بیشتر اراده گرفتن برای حکومتداری بعدی اونا سفارش میکنه و ببینین یک لحظه اونا تایید نکردن نظرات و پیشنهادات دولت ما را، اونا یک سره رد کردن به خاطر که اونا اختلاف بنیادی با ارزش های دولتی ما، حکومتداری و مردمداری ما دارن. بسیار خوب جناب استاد جویا، از شما میخواستم بپرسم که در کل روی شورای عالی صلح و این وعده ای را که هیئت رهبری از شورا البته و طالبان میتن پیرن که اگر اینا به این بهانه بیاین یک بار و با اینا یک جای شوند، شما آیا در شرایطی که آقای خالد به او اشاره کردن که از جانب طالبان هم گذاشته شده بود در گذشته ها، امروز و شاید در آینده ها هم همینطور باشه، چی فکر میکنین آیا این شورای 68 نفری موفق خواهد شد تا این شرایط خود بالای طالبان بقبولانه و اونا از تمامی فعالیت هایی که امروز میکنن دست بردارن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه حضرات بزرگوار، اول عرض سلام دارم خدمت شما و همکارانتان و بینندگان محترم تلویزیون نگاه. طوری که جناب فرمودن، یقینا صلح بسیار یک واژه مقدس است، همه میپذیرن، هیچ کسی نیست که طرفدار صلح نباشه، ولی یک مسئله مهم هست و این که تطبیق صلح از چه طریقی و با چی میکانزمی. جهت دیگری صلح که صلح برهم خورده یا آلترناتیوش جنگ است. خب در قدم اول ما باید ریشه‌یابی بکنیم که آیا علت جنگ برطرف شده که ما به طرف صلح بریم یا نه، در حالی که این علت تنها در بود داخلی نیست که جناب کشاف صاحب فرمودن که ما با دادن یک سلسله وعده ها و یک سلسله وصله به قول معروف به دبستان های سیاسی و باجگیری ها باجدیهی ها میتونیم وصله به این مسئله توفیق بیافیم. ما فکر میکنم که ابعاد قضیه عمیق‌تر از این گپ هست و مسائل طوری است که هنوز هست دوستان ما بالای امو اهداف اولیشان یا امو راه های اولیشان یا امو گفته ها و مقوله هایشان که جنگ با اون آغاز کرده بودن هنوز تاکید دارن و اویست که فرض مثال تا هنوز اونا قانون اساسی افغانستان را نمیپذیرن، با ارزش های دموکراسی در تناقض هستن و کشاکش های عمیق‌تر از این است که اونا به خاطر جنگ قدرت ادامه میتن، یعنی گویا به قول خود از اونا جهادشان که اونا میگن او جنگ قدرت نیست یا رسیدن به یک موقف یا گرفتن یک موقف یا کم چیزی نیست، بلکه من تو فکر میکنم که مسئله چیز دیگری است که اونا در اصل ریشه‌ای مشکل دارن با دولت. یعنی منظورتان از مشکل ریشه‌ای چیست؟ مشکل ریشه‌ای برآمدن نیروهای خارجی از افغانستان که اونا همیشه سر ازی تاکید میکنن، مشکل دیگه ای که فرض مثال ارزش های مذهبی میگیم یا ارزش های به گفته خود از اونا مذهبی به گفته جامعه غربی ارزش های سنتی که اونا